سردار مدحی مثل تمام کسایی که از داخل حکومت به ما وصل میشن امتحانات لازم را برای اینکه ما مطمئن بشیم که این اشخاص یک جاسوس حکومت نیستن و دو امکاناتی که میگن دارن در دسترسی دارن ازشون انجام شده. بنابراین امروز به طور روشن میتونم بگم که سردار مدحی را ما به عنوان یک عنصر نفوذی یا جاسوس حکومت اسلامی نمیشناسیم. عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من. گفتار این هفته خودمون رو در ارتباط با خبرهای روز به یک موضوع جالبی اختصاص دادم و اون در واقع اعلام جمهوری اسلامی هست به اینکه شخصی از طرف جمهوری اسلامی به نام آقای محمدرضا مدحی که چند ماهی در خارج از کشور با در واقع تلویزیون‌های مخالف رژیم جمهوری اسلامی هم گام بود و با برخی از نیروهای در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی که عمدتاً هم در وسایل ارتباط جمعی خارج کشور ارج و قربی برای خودشون دارند همکاری می‌کرده و ایشون ظاهراً از طریق سفارت آمریکا در تایلند به نحوی خودش ادعا میکنه که او مورد در واقع توجه سفارت آمریکا قرار گرفته و نیروهای مخالف الان اطلاع میدن که وی در واقع به سفارت آمریکا نزدیک شده و درخواست نوعی همکاری و در واقع نوعی پناهندگی و درخواست اقامت در غرب رو داشته. داستان به این شکل هست که ایشون آقای محمدرضا مدحی که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران بوده و در دوران جنگ هم به درجه سرداری سپاه رسیده، بعد از در واقع پایان جنگ و اعلام بازنشستگی از خدمت سپاه وارد بازار معاملات طلا و الماس شده و یک دفتری رو در بانکوک در تایلند احداث کرده و از اونجا وارد بازار صادرات و واردات طلا و جواهرات به ایران و از ایران به خارج از کشور بوده. در ظاهر قضیه این هستش که در تماس‌هایی که یا ایشون با سفارت آمریکا در بانکوک داشته و یا اینکه سفارت آمریکا به دنبال او رفته که این رو حقیقتش رو هیچ کس به طور قطع نمیدونه، به نحوی به هر حال در ارتباط قرار میگیره با عوامل سفارت آمریکا که مایل بودند در مورد مسائل سیاسی داخل ایران اطلاعات داشته باشند. بعد از مدتی که وی با در واقع مأمور اطلاعاتی سفارت آمریکا در تایلند همکاری داشته، اون رو به عنوان در واقع فردی که اطلاعات دقیق داره در مورد وضعیت سپاه و وضعیت نیروهای امنیتی و نظامی در ایران به سفارت آمریکا در عربستان سعودی معرفی می‌کنند و در سفری که او به عربستان سعودی داشته ظاهراً در اونجا با نماینده‌ای از وزارت خارجه آمریکا و به طور مشخص با آقای دنیس راس که همونطور که می‌دونید تا همین چند ماه قبل به عنوان نماینده آقای اوباما در مسائل خاورمیانه و خلیج فارس فعالیت داشت و مأموریت داشت در خلیج فارس، با ایشون در عربستان سعودی ظاهراً در سفارت آمریکا دیداری انجام میده و بعد از اونجا منتقل میشه به کشورهای غربی و در فرانسه و در انگلیس با یک شخصیت‌هایی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی که به طور مشخص سلطنت طلب هستند، یعنی آقای مرداد خانساری و آقای امیرحسین جهانشاهی که ظاهراً یک تاجر ایرانی مقیم اسرائیل هست. با این دو نفر هماهنگ میشه و در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس این سه نفر اعلام میکنن که یک دولت در تبعید رو آماده میکنن برای جایگزینی رژیم جمهوری اسلامی. در دیدارهایی که اینا داشتن و در دیدارهای در واقع علنی که برگزار کردن و فیلمهاش رو اخیراً جمهوری اسلامی خودش منتشر کرده، از جمله در یک کنفرانسی در شهر گوادالاپ این عده جمع شدند و در اونجا از بین شخصیت‌هایی که در واقع شناخته شده اپوزیسیون جمهوری اسلامی، آقای علیرضا نوریزاده و آقای محسن مخملباف به طور مشخص حضور دارند. نماینده از وزارت خارجه فرانسه و نماینده از وزارت خارجه آمریکا هم در اون مراسم بودند، به اضافه این آقایون جهانشاهی و خانساری. و در اونجا در واقع اینطوری که آقای مدحی ادعا میکنه، طرح و برنامه‌ای رو برای یک دولت در تبعید میریزند و در فیلم هایی که الان ازش منتشر شده ظاهراً تعدادی هم تماشاچی داشتن و یک کنفرانس تمام عیار رو در گوادالاپ به نام گوادالاپ 2 برگزار کردند. همونطور که اطلاع دارید گوادالاپ 1 کنفرانسی بود که در ماهای آخر سلطنت پهلوی در همین جزیره برگزار شد و در اون زمان ظاهراً دولت‌های فرانسه، انگلیس و آمریکا به توافق رسیدند که ادامه حمایت از رژیم شاه دیگه با منافع غرب هماهنگ نیست و بهتره که سیر جریان انقلاب رو به خود مردم واگذار بکنن و همطور که میدونید این کار در نهایت با سرنگونی رژیم سلطنتی و به قدرت رسیدن آقای خمینی به پایان رسید. به همین دلیل هم این کنفرانس رو که به اسم گوادالاپ 2 معروف شده از این نظر در واقع مورد اهمیت میشناسند که ظاهرا قرار بوده که پایان جمهوری اسلامی رو در این کنفرانس بنویسند. ظاهرا این آقای مدحی به اسرائیل سفر میکنه و همونطور که خودش ادعا کرده بوده تا 20000 نفر پاسدار در ایران ازش پشتیبانی میکردند و طبق ادعایی که کرده و فیلم هایی که الان ازش موجود هست، ظاهرا آقای جهانشاهی با ارتباطاتی که با دستگاه امنیتی اسرائیل موساد داره ادعا میکنه که سابقه این شخص رو به دقت اینها رسیدگی کردند، سازمان‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا، و مطمئن هستند که او جاسوس جمهوری اسلامی نیست و یکی از در واقع نیروهای اپوزیسیون شناخته میشه که از رژیم بریده و الان با نیروهایی که در ایران داره میتونه کمک کنه به سرنگونی رژیم. به هر حال هرچی که این داستان در واقع رو آدم در موردش فکر کنه بیشتر به یک داستان تخیلی شبیه و میتونه به هر شکلی در بیاد و هر کسی رو میتونید شما بپذیرید که حرفش درسته یا غلطه. اخیراً BBC در یک فیلم کوتاهی که منتشر کرده مدعی شده که در واقع ایشون حقیقتاً از جمهوری اسلامی خارج شده بوده و دنبال محلی میگشته که به عنوان پناهنده در غرب جای برای زندگی پیدا بکنه. نمونه کسانی که به این چنین اقدامی دست زدند البته در سالهای اخیر کم نبوده، از یک معاون فرماندهی وزارت دفاع ایران اطلاع دارید، از یکی دو نفر در واقع دانشمندان هسته‌ای ایران یا اونطوری که خودشون ادعا می‌کردن مثل شهرام امیری اطلاع دارید که در نهایت بعد از مدتی دوباره به ایران برگشت، ولی اون در واقع ژنرال عسکری که معاون وزارت دفاع آقای خاتمی بوده هنوز محل اقامتش به طور مشخص روشن نیست، ولی اعتقاد بر این هستش که با دستگاه اطلاعاتی غرب در حال همکاری است و تونسته مکانی رو برای خودش پیدا بکنه، ولی به علت اهمیتی که داره شخص خود او و اطلاعاتی که داره به شدت ازش نگهداری میشه. این آقای سردار مدحی هم در واقع با چنین ادعایی به غرب آمده و BBC نظرش بر این هستش که در واقع او هم میخواسته که پناهنده بشه، حالا به هر دلیلی، یا به خاطر اینکه در ایران کسانی رو داشته، خانواده یا چیز دیگری که وسیله رژیم مورد استفاده قرار گرفته و او رو مجبورش کردن به ایران برگرده، به هر حال او به ایران برگشته، یا اینکه اونطور که جمهوری اسلامی ادعا میکنه از اول به عنوان یک در واقع تومه به خارج از کشور فرستاده شده بوده و بعد از اینکه این تومه بلعیده شده وسیله نیروهای اپوزیسیون ازش استفاده کردن برای جمع‌آوری این اطلاعات، این فیلم ها و این در واقع وضعیتی که شاهد اون هستیم. نظر شخصی من این هستش که واقعا به هر شکلی که این اتفاق افتاده باشه، بیشتر از اینکه یک مسئله جاسوسی یا در واقع ضد جاسوسی، عملیات ضد جاسوسی باشه از طرف جمهوری اسلامی و یا نه، یک چیز رو مطمئنا نشون میده و اون این هستش که اپوزیسیون جمهوری اسلامی به علت اینکه در طی این 32 سال اخیر همه چیز رو آزمایش کرده و به هیچ نتیجه مثبتی نرسیده، الان به طور مستعسل منتظر بهانه است یا منتظر کوچکترین امیدی هست که بتونه به شکل اون با کمک اون در واقع به تغییر رژیم در ایران دست بزنه. کسانی که به این شکل در واقع به مسئله جمهوری اسلامی و اون تغییری که لزوما باید در داخل ایران اتفاق بیفته تا جمهوری اسلامی رو در واقع به تاریخ بسپره، این متاسفانه این نیروهای اپوزیسیون بهش اعتقاد ندارن، یعنی به اون حرکت اجتماعی معتقد نیستن و همش دنبال این هستن که به نحوی در واقع این حرکت از خارج از کشور و با کمک نیروهای نظامی امنیتی خارجی مثل آمریکا، مثل اسرائیل، مثل فرانسه و دیگران این اتفاق در ایران صورت بگیره بدون اینکه این آقایون بخوان زحمتی بکشن و یا اینکه انگشتشون رو تکون بدن. واقعیت این هستش که تغییرات اجتماعی در یک کشور 70 میلیونی مثل ایران به این شکل امکان پذیر نیست و کسانی که امید دارن که نیروهای اطلاعاتی خارج کشور، سازمانهای موساد، سی آی ای و غیر ذالک موفق بشن که در ایران شرایطی رو به وجود بیارن که رژیمی رو عوض بکنه، امید در واقع به سرابی دوختن و به خاطر همین هم حاضر نیستن از هیچ نوع عملیاتی که واقعا در داخل ایران اتفاق میفته و از نیروهایی که در داخل ایران به عنوان نیروهای در واقع ناراضی و مبارز در حال فعالیت هستند، به هیچ شکل این آقایون حاضر نیستن که حمایت بکنن و اون رو در واقع بدیل خودشون میدونن، یعنی معتقدن که آلترناتیو در واقع این نوع تغییر رژیم از خارج کشور نیروی داخلی نداره. به خاطر همین در واقع کمبود پایگاه در داخل ایران هست که این افراد و این اشخاصی که ادعا میکنن و متاسفانه امکان تبلیغی فراوانی هم دارن، 20-30 تا کانال تلویزیونی دارن در لس آنجلس که صبح تا شب دارن برنامه پخش میکنن، حاضر نیستن این پند رو بپذیرن که اگر قرار اتفاقی در ایران بیفته باید از داخل ایران و از داخل خود مردم ایران صورت بگیره و امید بستن به این کسانی که به هر حال یک روزه میان ادعا میکنن که 20000 تا سرباز تو ایران دارن و یا ادعا میکنن که میتونن با یک حمله نظامی ایران رو عوض کنن، یا مثل مایکل لدین که از جمله کسانی است که در همین کنفرانس هم حضور داشته معتقده که با 20 میلیون دلار میتونه در ایران رژیم عوض بکنه. اینها در واقع همونطور که عرض کردم امید به سرابی است که به این زودی ها نه به اونها نتیجه خواهد داد نه وضعیت ایران رو تغییر خواهد داد.